بیانیه مشترک ده نماینده پارلمان اروپا درباره باره های تروریستی و بسیج شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین در آلبانی بروکسل 17 اکتبر 2018 فراخان به لیست تروریستی وزارت اطلاعات و اجرای مسببه شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 مبنی بر عدم صدور ویزا برای معموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم و اخراج عوامل اطلاعاتی آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا موج جدید تروریسم رژیم ایران منعکس کننده ناتوانی این رژیم در مواجهه با قیامهای سراسری است که از دیماه سال 96 شروع شده و همچنان تداوم دارد ده نماینده پارلمان اروپا با صدور یک بیانیه مشترک درباره های تروریستی و بسیج شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین در آلبانی بر ضرورت لیستگذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندها تأکید کردند و خواهان آن شدند که مطابق مسببه شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 ماموران اطلاعاتی رژیم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج شود. نمایندگان پارلمان اروپا که این بیانیه را امضا کرده اند عبارتند از تونه کلام نماینده پارلمان اروپا از استونی آنتا مکینتایر نایب رئیس حزب محافظه کار انگلستان ادوارد کوکان وزیر خارجه پیشین اسلوواکی یوزورادوش، وزیر دفاع پیشین کراسی هاینس بکر نماینده پارلمان اروپا از اتریش ژوزه بووه نماینده پارلمان اروپا از فرانسه جولی وارد نماینده پارلمان اروپا از انگلستان پتری سارواما نماینده پارلمان اروپا از فنلاند ریچارد چارنسکی وزیر پیشین اروپایی لهستان یان زرادیل نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک در بیانیه مشترک نمایندگان پارلمان اروپا درباره توطئه‌های تروریستی و بسیج شیطانسازی رژیم آخوندی علیه مجاهدین ضمن اشاره به توطئه های تروریستی رژیم در آلبانی و سوء قصد خونسا شده علیه گرد همایی مقاومت ایران در پاریس و همچنین دستگیری دو تن از معموران وزارت اطلاعات در آمریکا به خاطر جاسوسی علیه مجاهدین آمده است با توته علیه گرد همایی صد هزار نفری پاریس که در آن صدها تن از مقامات اروپایی و ایالات متحده از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا شرکت کرده بودند رژیم ایران از تمام خطوط قرمز عبور کرد یک دیپلمات این رژیم مستقر در وین در لوکزامبورگ شخصا مواد منفجره را به عوامل دیگر تحویل داد وی که در خاک آلمان توسط پلیس در اول ژوئیه دستگیر شد در نهم اکتبر به بلژیک تحویل داده شد تا دادگاهی شود در تاریخ دوم اکتبر مقامهای فرانسوی اعلام کردند که توطعه برای حمله به همایی پاریس توسط سرویس های اطلاعاتی حکومت تهران سازماندهی شده بود. فرانسه دارایی های متعلق به وزارت اطلاعات رژیم ایران را مسدود کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا سپس با تاکید بر شکست خوردن تلاش های رژیم و لابی های آن که سعی می کنند این طرح را تنها به عناصر خودسر در درون رژیم نسبت دهند می موج جدید تروریسم رژیم ایران منعکس کننده ناتوانی این رژیم در مواجهه با قیام های سراسری است که از اواخر سال 2017 دیماه ماه 96 شروع شده و همچنان تداوم دارد. حکومت تهران سازمان مجاهدین خلق ایران را به خاطر سازماندهی اعتراض ها و اعتصاب ها مقصر می داند. اعتصابها در بازار تهران و بسیاری شهرهای دیگر و اعتصاب رانندگان کامیون در شمار تازه ترین دور اعتراضات مردمی است. نمایندگان پارلمان اروپا در بیانیه خود اضافه می کنند رژیم ایران به موازات سرکوب در داخل کشور و تروریسم در خارج بسیج شیطانسازی خود را علیه اپوزیسیون ایران با به خدمت گرفتن عوامل اش که در تعدادی از رسانه های غربی نفوذ کرده اند افزایش داده است مجاهدین در آلبانی هدف اصلی این بسیج شیطانسازی هستند رژیم از انتقال امن تمام اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به آلبانی از آنجا که موفق به نابودی آنها در عراق و یا تسلیم آنها نشد خشمگین است و با سر هم کردن دروغ‌های پوچ به روشنی برای عملیات تروریستی بیشتر زمین سازی می کند. ما کاملا از دروغ بودن این ادعاها که در یک کره هماهنگ و همزمان در بعضی از رسانه ها منتشر می شود آگاهیم. از سال 2005 چندین هیئت از پارلمان اروپا به کمپ اشرف در اراق رفتند و به طور خصوصی با ساکنان اشرف دیدار کردند و گزارش های خود را درباره این دیدارها منتشر کردند. برخی از ماها همچنین از محل جدید سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی بازدید کرده و حضوری با اعضای آن دیدار کردیم. تجربه دو دهه‌ای ما با این اپوزیسیون روشن می‌سازد که این جنبش یک جنبش واقعا دموکراتیک و مسئول است که تنها هدفش استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران است. آنها عمیقا به مردم و قوانین آلبانی احترام می‌گذارند و روابط دوستانه با کشور میزبان ایجاد کردند. اعضای مجاهدین خلق در حال تلاش برای آزاد کردن وطن خود به صورت داوطلبانه و آزادانه هستند. خانم مریم رجبی در سال 2004 در پارلمان اروپا اعلام کرد تنها راه حل در رابطه با مسئله ایران تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران است. او از جامعه بین المللی خواسته است تا به سیاست مماشات پایان دهند و سیاستی قاطع در برابر رژیم اتخاذ کنند. ما از طرح ده مادهی مریم رجبی برای ایران آزاد که همراه با تعهدات اثبات شده این جنبش به اصول دموکراتیک به ما امید بسیاری برای آینده می دهد، حمایت کرده ایم. بیانیه ده نماینده پارلمان اروپا در پایان بر خواسته های زیر تاکید می کند. یک وزارت اطلاعات رژیم ایران با توجه به نقش غیرقابل انکار آن در تروریسم باید در فهرست تروریسم اتحادیه اروپا و فهرست سازمان های تروریستی خارجی ایالات متحده قرار گیرد. دو طبق مصوبه شورای اتحادیه اروپا در آوریل 1997 نباید برای افراد رژیم ایران که از مأموریت اطلاعاتی و امنیتی برخوردارند ویزا صادر شود و پرسنل اطلاعاتی رژیم ایران باید از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج شوند. 3. مأموران این رژیم یک تهدید عمده برای مجاهدین در آلبانی هستند. این مأموران تحت بحانه های مختلف به خصوص به عنوان خبرنگار کار می کند. آجلترین قدم برای حفاظت از این پناهندگان اخراج مأموران اطلاعاتی رژیم تهران توسط دولت آلبانی است. تجربه نشان داده است که وقتی جاسوسان و مأموران رژیم ایران تحمل می شوند، امنیت کشورهای میزبان به خطر می افتد.